زمین، سیاره با 7.3 میلیارد انسان با نیازهای مشترک. مهم نیست کی هستی و در کجای دنیا زندگی میکنی. مهم آن است که یک چیز بچه مشترک همه ماست. ما همه به غذا، آب، لباس و مسکن ضرورت داریم که در قبال آن باید پول پرداخت. یا حتی اگر قرار باشد جایی سفر کنیم و پول ضرورت داریم. پول از نیازهای مشترک جامعه بشری است. پول حس امنیت ایجاد می کند و ما را به تحقق آرمانهای ما میرساند. بنابراین بیشتر ما نصفی از عمر خود را صرف جمع‌آوری پول می کنیم تا از رهگذر آن وجه مالی خود را بپردازیم. زندگی خود را تامین کنیم و نیازمندی های خود را مرفوع سازیم. پول نه تنها ابزاری برای تحقق آرمانهای ماست، بلکه در مقابل آن ابزاری برای بربادی نیز شمرده می شود. زیرا همواره پول پیوسته با حرص، دروغ و جرم است. به عبارت دیگر، پول قهرمانی خوبی و بدی است و برای خیلی ها هنوز یک معما است. واقعیت این است که هیچ چیز حمایتگر پولهای رایج جز باورهای ما نیست. بانک ها در سراسر جهان آینده ما را در موش خود محکم گرفتند. پول یعنی قدرت. در صورتی که شما در پی آگاهی باشید و در صدد کشف حقایق در مورد پول باشید، گزارش جاری کلید توانایی برای درک آن حقایق خواهد بود. بحران مالی سال 2008 نظام مالی دنیا را در آستانه سقوط قرار داد. در مدیریت نادرست این بحران نه تنها گردانندگان بانک ها بلکه سیاستگزاران و قانونگزاران مرتبط به آن نیز به تأثیر نبودند. این بحران منجر به ورشکست شدن خیلی عظیمی از مردم و شرکت ها شد. اما در این حال خود زمین اساس یک فرصت استثنایی دیگر شد. واقعیت این است که یک سکه همیشه دو روی دارد. با وجود پشت سر گذاشتن قرنها چالش های اقتصادی، اما می توان گفت راه های بهتری قابل کشف است و وجود دارد. عبور از بحران 2008 که تمامی سیستم های مالی را به چالش کشان، خود زمین اساس یک از بزرگترین فرصت ها شد. این فرصت بدون شک مولد ناامیدی و بی‌اعتمادی نسبت به بانکداری و نظام مالی موجود بود. در این میان پول دیجیتال به عنوان یک واقعیت ارزی اندام کرد. بیتکوین به عنوان اولین نمونه ای از پول دیجیتال در سال 2008 عرضه اندام کرد و با وجود انتقادها از جانب قانونگذاران، نهادها، حکومتها و مطبوعات، ارزش آن به صورت سرسام‌آور و غیر قابل پیش بینی بالا رفت. به گونه ای که در بین سالهای 2009 تا 2013 قیمت یک سکه از 0.1 دلار آمریکایی به 1100 دلار آمریکایی افزایش یافت و صدها انسان که در بیتکوین سرمایه گذاری کرده بودند به میلیونها دلار دست یافتند. زمانی نگذشته بود که بیتکوین به یک از بحث برانگیزترین موضوعات موفق اقتصادی روز در تاریخ سیستم مالی تبدیل شد. یک از واقعیت‌هایی که زبانزد عام و خاص را تشکیل می‌داد، داستان یک جوان نروژی بود. او که 26 دلار آمریکایی را در بیتکوین سرمایه گذاری کرده و آن را به باد فراموشی سپرده بود، بعد از مدتی متوجه شد که 26 دلار او مبدل به سرمایه‌ای در حدود 850,000 دلار آمریکایی شده است. این خود درس سنگینی برای آنانی بود که با وجود آگاهی از بیتکوین آن را نادیده گرفته بود. تنها تکنولوژی قابل تصوری که در جهان به هر فرد این امکان را مهیا می‌سازد تا با عدم پرداخت هر گونه هزینه بانکداری بانک خود باشد. پول دیجیتال بر اساس یک سیستم ریاضی ایجاد گردید است. پدیده یک نرم افزار تکنولوژی کامپیوتری توأم با کدهای مشترک است که شبکه جهانی را به واسطه اینترنت با هم وصل می‌کند. از کجا اما باید دانست که پول دیجیتال یک پدیده مورد اعتماد است؟ از آنجایی که سیستم های پولی ماطوری تنظیم شده است که لزوما متکی بر یک شخص ثالث همانند بانک ها، کارت های اعتباری و خدمات حواله ای می باشد، علاوه بر این که سیر پول قابل ردیابی است، نیازمند پرداخت هزینه های لازم نیز هست. ما عادت کرده ایم برای چیزی که می توان رایگان صورت گیرد پول هنگفتی بپردازیم. بسیار از بانک های معتبر به صورت عوام فریبانه خود را پایدار، ثابت و قابل اعتماد جلوه می دهند. اما فرض بر این است که اگر راه های بهتری دیگر و جایگزینی که بتواند این شخص ثالث یعنی بانک ها و غیره را که بدون شک برای ما هزینه بر می باشد از میان بردارد، برای ما به مراتب ارزان تر، امن تر و سریع تر خواهد. این در حالی است که بسیار از مردم درگیر تجارت در مارکت های سیاه هستند.
این کار خود گویای عدم شفافیت است که باید به آن فکر کرد. فقط به این فکر کنید. امروز شما به آسانی قادر به دانلود موسیقی و فیلم های دلخواهتان از اینترنت هستید. پول دیجیتال نیست. پدیده شبیه فیلم و موسیقی است که شما از اینترنت آن را دانلود می کنید. پس بشنوید و دقت کنید که کلید فهمتان از پول دیجیتال اینجاست. جالب ما اینجاست که چگونه می توان به پول اعتماد کرد که همانند آهنگ دلخواه به آسانی قابل دانلود است. علاوه بر آن چگونه می توان گفت پول دیجیتال ارزش خود را حفظ خواهد کرد. اما نه، آنچه واقعیت دارد این است که پول دیجیتال یک فایل اینترنتی صرف نیست، بلکه خود یک مدخل و مرکز معلومات تازه شده عمومی تحت عنوان بلاکچین است. اما اجازه دهید تا پول دیجیتال را با بانک‌های روز مقایسه کنیم. در بانک‌ها عموماً نقل و انتقالات پول توسط دفاتر عمومی با تمامی معلومات اهم از مثبت و منفی حفظ می‌گردد. اما در دنیای دیجیتال حسابات در یک کیف دیجیتالی که شما به تنهایی می‌توانید آن را کنترل کنید ثبت می‌گردد. در اینجا دفتر کل همان بلاکچین است. بلاکچین رکورد هر سکه را حفظ نموده و هر انتقال پول را نیز ثبت می‌کند. این روش سیستم را متعادل می‌سازد، زیرا مقدار سکه‌ها غیر قابل تغییر است. به هیچ یک از سکه‌ها هیچگاه سیستم را ترک نخواهد کرد. زمانی که قرار شود یک از این سکه‌ها منتقل شود، چیزی که واقعاً انتقال می‌یابد همان معلومات کنترل شده تو هم با کدهای خاص و مختص به همان انتقال است. همان گونه که نقل و انتقالات صورت می‌گیرد، بلاکچین در سراسر جهان خود را وقف می‌دهد. هر استفاده کننده در تمام شبکه‌ها دارای یک کپی هویت است. بلاکچین یک سیستم عمومی است و توسط هیچ فرد خاص کنترل نمی‌شود. بلاکچین جدا از هر گونه نقص و عیبی است که باعث هک شدن آن گردد، زیرا برای این کار لازم است هکرها همزمان هزاران کامپیوتر را در موقعیت‌های مختلف در سراسر جهان هک کنند. که این کار هرچند ناممکن نیست، اما بدون شک برای خیلی‌ها مشکل خواهد بود. بنابراین این سیستم با تناسب بانک‌های امروزی به مراتب امن‌تر است. مجموع این سیستم این توانایی را دارد تا جایگزین بانک‌ها و بانکداران امروزی در سراسر جهان شود. بسیار از مردم از سیستم‌های بانکی روز راضی‌اند. دلیل آن شاید این است که اینها سیستم‌های جاری را درست درک نمی‌توانند، یا به عبارت دیگر درک نمی‌کنند که مبلغ هنگفت در قالب فیس یا کرایه صرف سیستم مالی امروزی می‌شود. اما پول دیجیتال کاملاً در تضاد با سیستم مالی روز است، زیرا این سیستم کاملاً شفاف بوده و هیچ احد نمی‌تواند مقدار سکه و قواعد ریاضی حاکم بر سرمایه گذاری در این سیستم را تغییر دهد. این پول محدود به سکه هایی است که امکان تورم در آن قابل درک نیست. پول دیجیتال این ظرفیت را دارد که دنیای ما را بهتر سازد. امروزه میلیاردها انسان بدون حساب بانکی زندگی می‌کنند، در حالی که غالب آنها از موبایل‌های هوشمند برخوردار است. بنابراین تکنولوژی پول دیجیتال می‌تواند زمینه‌ساز دستیابی تان به یک سیستم بانکداری جهانی شود. بانکداری برای همه. پول دیجیتال برای بانکداری است. آنگونه که روز اینترنت برای مکالمه بود. جالب تر از همه این است که پدیده همانند او را هنوز ندیده ایم و اینکه در آینده به کجا خواهد انجامید. بیتکوین گامی مهمی در دنیای پول دیجیتال بود، زیرا برای اولین بار خیال را به واقعیت تبدیل کرد. با سپری شدن اندک زمانی بنیانگذاران آن متوجه شد که برای آینده این سیستم ظرفیت‌های فراوانی برای انکشاف وجود دارد. در این میان پول‌های دیجیتالی جدید انکشاف یافت و بر مبنای آن سیستم اقتصادی جدید و سرعت رشد نمود و دروازه‌ها را برای یک پول امن‌تر، قوی‌تر و پرکاربرد یعنی وانکوین باز نمود. وانکوین The founder, Dr. Ruja Ignatova. مؤسس این پول دکتر روجا اگناتوفا است و این متولد کشور بلغاری است و در آلمان بزرگ شده است که دارنده سابقه ناب در امور مالی است. ایشان تحصیلات ماستری و دکترای خود را همزمان با ترتیب در رشته اقتصاد و حقوق در دانشگاه کانستنس و آکسفورد و مدت 4 سال به اتمام رسانده است. خانم روجا با وجود جوان بودنش به عنوان جوانترین شریک در مکنزی ایفای وظیفه می نماید. علاوه بر مکنزی، او دارای سابقه کاری در سکر بانک، الیانس، یونیکردیت و ریفایسن نیز می باشد. خانم روجا همچنان با دوش بانک فرانکفورت همکاری دارد. او همچنان بنیانگذار و رئیس یک از بزرگترین سرمایه گذاری در امر مدیریت دارایی بود که 250 میلیون یورو را مدیریت میکرد. آنگاه که پول دیجیتال در جهان کامیاب شد، او ظرفیت انکشاف را در این تکنولوژی جدید مشاهده کرد و در مدت زمانی اندک تبدیل به یک از متخصصین آن در دنیای اقتصاد شد.
بدین ترتیب او مشاور چندین کمپانی پول دیجیتال شد و از آن به بعد چندین کتابی را در مورد این پول تدوین کرد که به زبان‌های مختلف ترجمه شده است. رجا در سال 2012 لقب کارفرمای اقتصادی زن سال را در کشور بلغاریا به دست آورد و در سال 2014 با یک سابقه درخشان و ظرفیت بالا به دلیل بهبود چالش‌های امنیتی موجود در دنیای پول دیجیتال موفق به اختراع سکه جدید دیجیتالی تحت عنوان وان کوین شد. خانم رجا با تمرکز روی توسعه تکنیک سیستم جدید را انکشاف داد که با این کار شاید بتوان گفت خطرات سرقت تقریبا از بین رفت. ایجاد یک سکه قابل ردیابی در دنیا یک حرکت مطلوب به اثبات رسید و یک فرصت بزرگ تلقی شد. می‌دانست که این سکه از چه قدرت و اهمیتی برخوردار است و در آینده چه تأثیر را در حیات بشری به جا خواهد گذاشت. بنابراین با عشق و علاقه تمام نسبت به آموزشان، او با سرعت بیش از پیش به آموزشان پرداخت و با فراهم آوری وسایل لازم در صدد شناسایی فرصت‌هایی شد که در آستانه خلق شدن بود. در نهایت او راه را برای همه باز نمود و مردم را در سراسر جهان قادر ساخت تا از فرصت‌های همسان با سایر اشخاص تعلیم یافته و مسلکی استفاده نماید. وان کوین پروسه ماینینگ یا استخراج را در 28 جنوری 2015 آغاز نمود و با پاگذاشتن در بازار اقتصاد یک رشد فوق‌العاده 650 هزار یورویی را در بالاتر از 195 کشور جهان در قسمت سرمایه‌گذاری تجربه کرد. به گونه‌ای که در یک برنامه مستقیم در ماه می 2015 در دبی قیمت آن معادل 1 یورو 5 سنت گذاشته شد. دقیقاً دو برابر آن چه انتظار می‌رفت. اما آنچه در سال‌های آینده از افزایش گراف ارزش توقع می‌رفت به قرار زل خواهد. سناریوی توقع شده بیانگر افزایش 2.2 دلار 7 یورو در جون 2016 می‌باشد. این سناریو در جون 2017 افزایش 50 تا 100 یورویی را نشان می‌دهد. با این وجود در صورت واقعیت آیا فوق‌العاده نخواهد بود؟ بله، تاریخ بین کووید نشان می‌دهد که فوق‌العاده است. برای غالب ماها بدون شک واقعیت به نظر می‌رسد. به هر حال این اتفاق افتاد. این سناریو هیچگاه قابل تضمین نیست، اما نباید از نظر دور داشت که افزایش توقع شده از ارزش وان کووین به اندازه‌ای ذره است که بیت کووین انجام داده بود. تقاضا برای وان کووین امروزه خیلی بالاست. این تقاضا غالبا به دلیل سادگی آن است، اما این بخش از دلیل است. علاوه بر آن این تقاضا به دلیل دستیافتن مردم به منفعت و امنیت پول است که وان کووین به عنوان نوع موفق از پول دیجیتال این امکان را به آنها می‌دهد. با افزایش تقاضا ارزش وان کووین در چند سال آینده به صورت چشمگیر افزایش خواهد یافت و ما اما می توانیم یک مفاد نقدی قابل توجه را انتظار داشته باشیم. در ماه جون برای اولین بار وان کووین در سایت xcoinx.com به نشر رسید. امروز اما دومین پول بزرگ دیجیتال در جهان به شمار می آید که در مدت زمان یک سال توانست در ماکت اقتصاد به 1 میلیارد دلار آمریکایی دست یابد. با پیوستن در وان کووین همچنان شما می توانید به وان آکادمی، نهاد علمی مالی معتبر که توسط دکتر رجا ایجاد گردیده است، دست یابید. در اینجا نظام تحصیلی آراسته با وسایل مورد نیاز برای توانمندسازی است که با آن می توانید به سادگی جنبه‌های تاریخی پول را درک کنید. شما می توانید از مراحل شش‌گانه متنوع قدرتمندترین سیستم تحصیلی مالی را گزینش کنید. وان آکادمی هر آن چیزی را که شما برای مدیریت در یک اقتصاد در حال توسعه نیاز دارید تحت پوشش قرار دهید. پس چگونه می توانید بخشی از آن باشید؟ برای عضویت در وان کووین شما می توانید با گلوبال وان کووین نتورک بپیوندید و حساب رایگان ایجاد کنید. هرگاه خواسته باشید در آن سرمایه گذاری کنید، با کمترین مبلغ به ارزش 150 یورو می توانید در این کاروان سهیم شوید. در قسمت فوقانی وان آکادمی برای شما تاکن های رایگان اعطا می شود که شما را قادر به ورود در بخش کم سابقه ترین مخزن تحت عنوان مینینگ پول می سازد، جایی که با دادن تاکن هایتان می توانید در حساب شخصی خود سکه تولید کنید. بدین ترتیب می توان افراد بیشتری را که دانش و ابزار لازم در دست ندارند کمک نمود تا بخش از این پروسه شوند. یک راه فوق‌العاده مطلوب برای توانمندسازی مردم در همه جا. از آنجایی که ارزش پول دیجیتال متکی بر زبان تقاضاست، با سادگی می توان فهمید که با رشد شبکه ارزش آن نیز افزایش خواهد یافت. امروزه وان کووین یک از جدیدترین، مدرن‌ترین و با ابتکارترین پول‌های دیجیتال در جهان است. خانم رجا مؤسس این پول دارای همت، تجربه و توانایی خارق‌العاده در جهت آموزش آن و ایجاد منفعت برای مردم از این طلای اینترنتی است.
وانکوین از سال 2014 بدین سو در سراسر جهان در حال گسترش است و در دست هزاران سرمایه گذار، تاجر و سایر استفاده کنندگان قرار دارد و مکررن در آستانه پیوستن به کمپنی های جدید است. این پدیده زندگی افراد بشر را در هر گوشه جهان بهبود می‌بخشد. چنانچه هویداست، نظام اقتصادی امروزی در حال تغییرات عظیم و بنیادین در سطح جهان است و ما در حال حرکت به سوی یک عصر جدید هستیم. حالا شما یک فرصت استثنایی و شفاف در دست دارید و بهترین بخش آن نیز این است که سهام یا دارایی خود را در فرایند درآمدی سودآور قرار دهید و در صورت تمایل می توانید آن را مطابق میلتان بیارایید. این کاملا متعلق به بخت و طالع شماست که در مواجهه هم با یک پدیده نازوهور یا به عبارت در حال ظهور چگونه قرار گیرید. پدیده‌ای که تاریخ نویسان در آیندان را انقلابی عنوان خواهد کرد و پیوستن با آن شما نه تنها از پول دیجیتال برخوردار می شوید بلکه برای خود جایگاهی را در آینده اقتصاد معین میکنید. ما باورمندیم که اتخاذ تصمیم مبنی بر آگاهی و شناخت است و حال این شمایید که از اطلاعاتی که در اختیارتان قرار داده شده است چگونه استفاده خواهید کرد. سوالات مورد نیازتان را از مرجعی که این اطلاعات را در اختیارتان قرار داده است جویا شوید و اقدام کنید. فراموش نکنید که دیگر جای این سوال باقی نیست که آیا پول دیجیتال در آینده اقتصاد ما تاثیر خواهد داشت، بلکه سوال اینجاست که آیا شما برای تغییرات نازوهور اقتصادی آمادگی دارید یا خیر.